در امر پزشکی تشخیص حرف اول را می زند و در زندگی شما سلامت چشم ها و دید شما برایتان در مقام اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا به همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. ادوانس آی سرجری کلینیک 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از ادوانس آی سرجری کلینیک، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. ادوانس آی سرجری کلینیک مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در ادوانس آی سرجری کلینیک هستیم. درود بسیار به شما بینندگان عزیز ارجمند برنامه شگفتی های جهان چشم پزشکی و با درود به کارگردان فنی امیر عزیز و با درود به مردم قهرمان میهن. امروز به هر حال بعد از ماها برای اولین بار هستش که تقریبا تمام یک ساعت رو من در خدمت شما خواهم بود. در چند ماه گذشته و در کوران به اصطلاح پرتب و تاب انقلاب زن زندگی آزادی یا انقلاب نوین ایران، این برنامه به کمک دوست گرامیم آقای مهرداد پارسا پیش می رفت. لازم دارستم که همینجا از دوست عزیزم آقای مهرداد پارسا تشکر کنم که در این چند ماهه همیار و به اصطلاح همکار ما بودن. سپاسگزاری کنم و خدمت ایشان عرض ادب و احترام دارم. اما برنامه امروز و هفته های آینده خوب به روال دیگری طی خواهد شد. سعی خواهم کرد که بخشی از برنامه را به تفسیر مسائل حاد روزمره در مورد انقلاب نوین ایران، یعنی انقلاب زن زندگی آزادی، اختصاص بدهم و در حد بضاعت برنامه تا اونجایی که امکان داره در این باره صحبت بکنیم و در بخش دوم برنامه حتما در مورد مسائل پزشکی، مسائل علمی و مسائل چشم پزشکی صحبت بکنیم و به سوالات شما پاسخ بدم که کمکی باشه برای گشودن گره مشکلات چشم پزشکی شما. امید من آن است که هرچه زودتر شاهد پیروزی انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی باشیم و با بنای جامعه نو که برای همه مردم ایران بهروزی و توانمندی و زندگی راحتی رو به ارمغان بیاره، در کنار جامعه جهانی بهشت زمین رو خرم کنه. اما اجازه فرمایید که من به یکی دو تا از مسائل حادثی که در این چند روزه در میهن اون اتفاق افتاده و خب هر اتفاقی، هر حادثه ای این روزها مستقیما ربط داره با جریان انقلاب زن زندگی آزادی. بیشک این انقلاب با تمام قدرتش داره به پیش میره. فکر نکنیم که خلوتی خیابانها این انقلاب رو سرد کرده. نه، خلوتی خیابانهای ایران به معنی ترک میدان انقلاب نیست. عوامل متعددی از جمله سرمای سخت زمستان امسال، سرکوب وحشیانه رژیم و بازسازی نیروها و خیلی دیگر از عواملی که لازم به تذکر نیست، فعلا به عقب نشینی تاکتیکی نیروهای انقلاب در ایران برای آماده شدن برای یک پاتک نهایی یا تک نهایی این کار لازم و مطمئنن نیروهای انقلاب دارن آماده می شوند تا ضربه نهایی رو به جمهوری اسلامی وارد کنه. اما
در همین اوان در خارج از کشور نیروهای انقلابی به راهنمایی و هماهنگی رهبران گروه هشت، گروه نشست گروه هشت، از جمله شاهزاده رضا پهلوی، آتش انقلاب رو فروزان نگه داشتند و حرکت‌های بسیار مثبت و پرباری را انجام دادند. سخنرانی‌های گروه، به خصوص همگی شاهد این سخنرانی‌ها بودیم، شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان اروپا، در نشست امنیتی مونیخ، در بروکسل و سخنرانی دیگر افراد مثل مسیح علی نژاد، مثل نازنین زاغری، حامد اسماعیلیون، همه مشعل انقلاب رو فروزان دارن و فروزان تر از پیش دارن دست به دست پیش میبرن. اما در این فاصله رژیم ددمنش جمهوری اسلامی دارد از این فرصت استفاده میکنه و نمادهای انقلاب رو، به خصوص نمادهایی که در سرود برایه، سرود شروین آمده بود، رو داره یکی یکی مورد حمله قرار میدهد. ابتدا جمهوری اسلامی با مسموم کردن پیروز، که من شک ندارم که پیروز تنها یوز پلنگ باقی مونده ایرانی، البته در اسارت احتمالا گفته شده است که تعداد کمی یوز پلنگ وحشی وجود داره، ولی این یوز پلنگی که سمبل سربلندی ایران و در حقیقت مایه امید بود رو سعی کرد بکشه. چرا؟ برای اینکه واقعا جمهوری اسلامی یک نیروی برخواسته از غارهای 1500 ساله پس تاریخ است. اینها وحشی تر از هر وحشی که شما فکر کنید هست و در حقیقت ایران را از داشتن پسر ایران محروم کردند. سپس به قسمت دوم به اصطلاح سرود برای حمله کردند. خواهرم، خواهرت، خواهرامون، به دختران و فرزندان شجاع مدارس ایران حمله کردند. مدرسه ها رو با انفجار بمب‌های شیمیایی مسموم کردند تا سرحد مرگ. همونطور که عرض کردم، این فراریان از غارهای پس تاریخ تصور میکنند که این انقلاب رو به هر حال دختران و زنان شجاع ایران به اصطلاح کلید زدن و پیش بردن و به این ترتیب خواستن از آنان انتقام بگیرن. عرض کردم که تا سرحد مرگ دیدید که فاطمه در حقیقت در قم یکی از این دختران متاسفانه کشته شد به علت مصرف، به علت مسمومیت با همین گازهایی که عرض کردم در مدارس زده شد. و خیلی واقعا چندشاور هستش که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پدر این دختر مظلوم مصاحبه میکنه و پدر رو وادار میکنه که اذعان نماید که دخترش بیماری قبلی داشته است. البته خب این سناریو برای همه مردم آشناست، 44 ساله که اینا این سناریو رو تکرار میکنن و به خصوص در ماه های اخیر این سناریوی کسانی رو که کشتند و نزدیکان و فامیل کشته شدگان رو وادار کردند که بگویند این افراد از قبلا بیماری داشتن و از بیماری مزمن رنج می‌بردند. متاسفانه این مسئله تکرار شد در قم و واقعا آدم وقتی که به این پدر مظلوم نگاه میکنه واقعا اشک میریزه که دختر نازنینش رو از دست داده. میدونه به خاطر مسمومیت دخترش از بین رفته، ولی به خاطر فشارها، تهدیدها و احتمالاً ترس از شکنجه و زندان مجبور میشه سخنرانی رو بر زبان بیاره که ابداً حتی یک لحظه هم فکر نمیکرد که بایستی یک چنین سخنرانی در مورد دخترش، دختری رو که دوست میداشته، به زبان بیاره. ولی به هر حال این حرفها
برای ما نیست، برای مردم خارج از کشور نیست، برای مردم فرهیخته ایران نیست. این سخنان صدا و سیما و حاکمیت برای در حقیقت مصرف داخلی نیروهای خودش هست، برای اینکه از ریزش نیروهای ارزشی و پاسدار و بسیجی جلوگیری کنه، نه برای مردم. بنابراین با اینکه خودش میداند که این در حقیقت یک نسخه بسیار کهنه برملا شده است و رسوا شده است، ولی باز هم تکرار میکنه. چرا تکرار میکنه؟ برای اینکه نیروهای احمق بسیجی، نیروهای وامونده و نیروهای منگل در حقیقت باید بگویم ارزشی در حقیقت خوب خریدار این مسائل هستن و این مطالب هست. جالب است که در همین رابطه شما به هر حال شاهد زد و خورد هایی در مقابل یکی از دبیرستان های در تهران سر بودید که یکی از افراد ارزشی با به اصطلاح کشیدن موی مادر یکی از کودک، مادر یکی از دخترها، صحنه بسیار بسیار شنیع رو به اصطلاح به وجود آورد که اگر چنین صحنه در هر کجای دیگر دنیا اتفاق می افتاد اون حاکمیت باید دست جمعی استعفا می کردن. خیلی جالبه. بعدن خوشبختانه مردم ایران بسیار آگاهن، بلافاصله به اصطلاح اطلاعاتی در مورد این فرد ارزشی رو فوراً دست به دست کردن، در میدیا قرار دادن و گفتن این فرد صمد اسدی هستش که یکی از به اصطلاح چماق و دستان جمهوری اسلامی هستش و ایشون برادر اون تروریست رحمت اسدی است که از فرماندهان سپاه قدس و کسی است که این پینتبال ها رو به اصطلاح چون قهرمان پینتبال هست آورد به میدان و باعث به اصطلاح زدن ساچو به چشم دختران گرد. ولی بعدا مشخص شد دقیقا که نه، این مهرداد حسینی است، این ارزشی و از نیروهای اطلاعات سپاه به اصطلاح میثم تمار منطقه 21 تهران سر هستش. اسم دقیقش رو مردم در آوردن، مهرداد محمد حسینی دخته که به مهرداد حسینی معروفه، منتها اسم به اصطلاح نامی که به هر حال در بین ارزشی ها نام مستعاری که ایشون به کار میبره همون صمد اسدی است. این صمد اسدی و اون صمد اسدی به اصطلاح تروریست برادر رحمت اسدی فرق میکنه. بنابراین مهرداد محمد حسینی است که جالبتر این که صحنه دیگری از این آقا میبینیم که پشت میز عرق‌خوری نشسته و داره عرق میمیشه و به این ترتیب ناگهان تشت رسوایی جمهوری اسلامی بر زمین میافتد، از پشت بام بر زمین میافتد و نیروهای انتظامی و نیروهای به اصطلاح ارزشی جمهوری اسلامی به تکاپو میافتند که چنین رسوایی به بار آمده است. خیلی جالبه، سناریو رو عوض میکنه، سناریو عوض میشود و آقای مرداد محمد حسینی یا مرداد حسینی رو به عنوان یک برانداز که به لباس نیروهای سرکوبگر در آمده است و میخواسته به آبروی جمهوری اسلامی رو ببره وارد میدان شده. خیلی جالبه که برانداز ها میتونن لباسشون عوض کنن، بیان مردم رو کتک بزنن و بعد اطلاع و بعد اینها رو وارد ون بکنن یا اتومبیل بکنن ببرن زندان تحویل بدهن. و جالب اینه که بعدن اعلام شد که این خانمی که ایشون آورده مادر هیچ یک از به اصطلاح دختران نبوده، 54 ساله است، اطلاعاتش رو دادن. خب این اطلاعات رو چطوری یک برانداز اومده به شما داده؟ و اگر شما اینقدر واقعا بیدر و دروازه اید که هر براندازی میتواند لباس عوض کنه و این کار رو انجام بده، پس چه امیدی به امنیت اون مملکت خواهد؟ تازه گذشته از این، براندازان اینقدر هم واقعا الوات نیستن که برن بنشینن اونجوری عرق بخورن و عکس بگیرن.
فقط نیروهای ارزشی هستند و باید بگویم که تمام نیروهایی که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم به خدمت میگه، از بسیجی، ارزشی، بعضی از نیروهای انتظامی، همشون از همین قماش هستن. یعنی از اون طرف مردم رو سرکوب میکنن، از اون طرف قمه میزنن و از اون طرف پای میز مشروب که سهل است، فسق و فجوری وحشتناکتر از مشروب خوردن مینشینن. برحال البته این در جمهوری اسلامی سابقه داریم. آقای حسین همدانی یادتونه در سال در مثلا حرکت 88، در حرکت سبز، در مثلا جنبش سبز اعلام کرد، رسما اعلام کرد که ما 5000 از به اصطلاح چاقوکشا، البات زندانیان به اصطلاح بدکاره و مجرم رو اینها رو آوردیم، در 3 گردان اینها رو به اصطلاح آموزش دادیم و به جان مردم انداختیم تا توانستیم اون به اصطلاح جنبش 88 رو، جنبش سبز رو سرکوب کنیم. خودشون اعلام کرد. پس بنابراین یک حاکمیتی که اساس حکومت رو بر دوش افراد این گونه افراد گذاشته است، در حقیقت حبابی بر روی هوا، بر روی دریا بیشتر نیست. بنابراین به همین دلیل است که میگم ما به شدت مطمئن هستیم و امیدوار هستیم که به زودی جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد و اون جامعه، اون حکومت به اصطلاح دموکرات سکولاری که مورد نظر اون هست، بدون اینکه شخص آقا بالاسری وجود داشته باشه، رو به وجود خواهیم آورد و مطمئنا در کنار جامعه جهانی قرار خواهیم گرفت. نکته دیگری که میخوام اینجا اشاره بکنم و خیلی اهمیت داره اینه که گزارش شده است که در داخل به اصطلاح واگن‌های قطار متروی تهران تمام وسایل ایمنی رو چند روز گذشته خارج کردن، البته به طور پنهانی. مطمئنن حکومت برنامه ای برای این کار داره، باید مردم آگاه باشن و حداقل وسایل ایمنی با خودشون مثل دستمال خیس، پلاستیک، نمیدونم وسیله سنگین برای شکستن شیشه ها اگر چنچه واقعا گرفتار شدن، اینا رو با خودشون همراه داشته باشن، برای اینکه احتمالاً حرکت بعدی حرکتی است که به سراغ پدرم، پدرت، پدرهامون، مادرم، مادرت، مادرهامون خواهند آمد و مطمئناً جمهوری اسلامی شده است مثل همون بعد که نمیتونم بگم اون گربه به اصطلاح زخم خورده‌ای وحشتناکی که به هر در و دیواری پنجه میکشه. چند روز پیش اون آقای عقب مونده، عالم الهدای، علم الهدای یا هر علم که چه میدونم، جهل الهدا، در خراسان اعلام کرد، واقعا اعلام کرد که واقعا نیروهای سرکوبگر ما نتوانستن مردم رو سرکوب کنن، نتوانستن جلوی انقلاب رو بگیرن، از مردم خواست که خودشون اقدام کنن و مسئله، حالا اون میگو مسئله حجاب، ولی من میگم مسئله انقلاب رو واقعا خودشون به اصطلاح سرکوب کنن. کدام مردم؟ شما دست بالا 10% طرفدار دارید، این 10% هم همشون جیره خارن و روزی که جیرهشون قطع بشه که به زودی قطع خواهد شد، اونها هم به مردم خواهند پیوست. بنابراین یادمون باشه که یکی یکی داره جمهوری اسلامی به اصطلاح انتقام شعر برایه شروین رو که سمبل آزادی مردم و پرچم آزادی مردم بود رو داره میگیره و یادتون باشه و مواظب باشه. البته فراموش نکنید که تمام این دستورات بدون استثناء از اتاق فکر بیت رهبری و به دستور شخص خامنه، یعنی شخصا بدون شک و با اطمینان بسیار زیاد و با اطلاع بسیار زیاد به شما میگویم که دستورات شخص خامنه است و تا زمانی که این زکات بر مسند قدرت هست، مردم ایران روی آسایش رو نخواهند دید. بنابراین در فاز بعدی انقلاب حمله به بیت رهبری هدف عمده مردم ایران بایستی باشه. حالا نکته بعد جالبتر از همه
این است که سفارت افغانستان رو در 2 هفته قبل جمهوری اسلامی به برادران طالبان افغانی واگذار کرد، یعنی برادران طالبان تهرانی سفارت افغانستان رو به برادران طالبان افغانی تحویل دادن. این خیلی معنی داره برای مردم ایران. معنیش این هستش که در حرکت‌های بعدی، در به اصطلاح تک‌های قبلی یه انقلاب، اینها مطمئناً تعداد زیادی از افغانی‌ها که فارسی صحبت می‌کنن رو از طریق سفارتشون میتونن به راحتی بیاورن و در به اصطلاح همونجور که حسین همدانی گفته بود در گردان‌های سرکوب به جان مردم بیاندازن. باعث مردم در این مورد واقعا هوشمندانه عمل کنن. و این حرکت در حقیقت در راستای همون وحشتی است که جمهوری اسلامی از انقلاب نوین ایران دارد. با این کار جمهوری اسلامی میخواهد همونطور که عرض کردم نقبی بزنه به کابل تا در مواقع لازم از امکانات وحشیانه سرکوبگران طالبانی استفاده بکنه و از تجربیات واپسگرایانه و جاهلانه آنها در سرکوب مردم بهره بگیره. خب در یک جمع‌بندی به این نتیجه میرسیم که حکومت بد جوری از مردم ترسیده، خود رو بد جوری باخته و چنان به در و دیوار میکوبد که صدای آن گوش فلک رو کر کرده است. حرکت مردم در داخل و حرکت مردم به خصوص در خارج و این روزها صحبت هایی که به هر حال نیروهای انقلابی یا نمایندگان نیروهای انقلابی با مردم و نمایندگان مردم اروپا، ببینید رهبران اروپا و رهبران امریکا واقعا به یک پول سیاه نمی ارزن و برای ما کاری نخواهند. حرکت درست همین است که با نمایندگان و پارلمان های که نماینده مردم این کشورها هستند صحبت بشود که داره می شود و به هر حال رژیم جمهوری اسلامی ناامید از آینده به چشم انداز زمین سوخت نزدیکتر می شود. این تهدید واقعی را تنها حضور فراگیر همه جانبه و قاطعانه نیروهای انقلابی سرنگون کننده می تواند خونسا کند. رژیم گانگسترهای کودک کش بر لب پرتگاه به فشاری سراسری و رزمنده برای کنده شدن چنگالهایش از دامن جامعه و سقوط به دره نیستی تاریخ نیاز داره. بنابراین حرکت بعدی مردم حضور میلیونی در میدانها و در خیابان هاست. وقتی به راحتی ظرف 3 روز با حضور میلیونی شما مردم در خیابان ها حکومت پروندهش بسته خواهد شد. به حال به امید اون روز که به زودی شاهد اون روز خواهیم. خب من سعی میکنم که در اینجا سخنم رو در این مورد کوتاه کنم و اجازه دهیم که دوستان تلفن ها رو باز کنید امیر جان، که اگر دوستان سوالاتی در مورد مسائل مختلف و مسائل چشم پزشکیشون دارم مطرح کنم و اگر نه من به سخن ادامه بدم. اینقدر مسائل زیاده که نمیتوانیم دل بکنیم. این اسلام سیاسی و ایدئولوژی نفرت پراکن و نگاه ضد انسانی آن به زنان است که پشت دیوارهای مدارس و دانشگاه به کمین نشسته. این ارتجاع دینی و هر ارتجاع دینی به این وسیله بار دیگر
زیر نقش مرکزی سرکوب زنان و ترویج و تحکیم قدرت خود خط تأکید می کشد. افزایش درجه توحش اسلام سیاسی به این مرز بیش از همه سرچشمه در ناتوانی و ضعف آن در سرکوب جنبش انقلابی شهریور دارد، به اندازه‌ای که استبداد دینی حاکم در اعمال در اعمال قدرت مطلق خود چه به گونه عینی و چه ذهنی در نتیجه مقاومت و بدیلسازی توده های مردم ناکام مونده و ناکامتر می شود. البته به همان میزانی که ناکام میشه بر افسار گسیختگی و وحشیگریش افزوده میشه. میبینیم خیلی واضح بیش از 60 مدرسه رو در سراسر ایران این مدرسه دختران رو مسموم کردن. شاید هزاران نفر از این دختران مسموم شده به بیمارستان ها مراجعه کردن. این فقط میتواند افسار گسیختگی و وحشیگری این نیروی درمانده رو به اصطلاح نشان دهد. خب اجازه فرمایید که دوستان، مثل اینکه تلفن ها باز شد و دوستان دارن با ما تماس میگیرن. دکتر رضا پور هستم عزیزم، بفرمایید. سلام جناب آقای دکتر. سلام عزیزم. قربونتون برم، من قبلا خدمتتون عرض ادب کرده بودم چشم راستم دچار ماکولار هست. بله چشم راستم دچار ماکولا بوده. شما دارویی که تجویز کردید آرتز میخورم، عرض کنم خدمت شما آرتز روتین. بعد از چند یه ماهی هستش چشمم بود دچار این شده که توت موازی رو شکسته میبینم دیگه. بله خب شما ببینید همطور که من باره عرض کردم موازیتم هست. خب مسئله مکلار دیجرشن الان مسئله به قول معروف ضروری و نمبر وان مسئله چشم پزشکی جهان و ما همه تلاش همه چشم پزشکان این هستش که راهی بزنن، نقبی بزنن به درمان این بیماری. تلاش ها خیلی زیاد داره میشه، ریسرچ ها و تحقیقات زیاد داره میشه، دو نوعه، نوع خشک و نوع تر. شما اگر نوع خشک دارید و شروع میکنید به شکست دیدن خطوط، احتمالا داره تبدیل میشه به نوع تر. بلافاصله بایستی به چشم پزشکتون مراجعه کنید، به رتینا اسپشالیست، و رتینا اسپشالیستتون شروع کنه به تزریق در داخل چشمتون اگر تا الان شروع نکرده. و اگر داره تزریق میکنه، مثلا اگر فرض کنید که ماه قبل شما تزریق کرده اید و الان بیشتر از یک ماه هست و خطوط شکسته است، یعنی مایع زیر شبکه‌تون داره زیاد میشه. بلافاصله بایستی باز مراجعه کنید که هر چه زودتر تزریقات انجام بشه. همونطور که من بارها عرض کردم، متاسفانه جنگ اوکراین، کرونا و جنگ اوکراین دو تا مطلب بودن که واقعا تحقیقات پزشکی رو در دنیای متمدن در اروپا و امریکا خیلی به عقب انداختن و ما رو واقعا 10 سال عقب انداختن. در حالی که قبل از کرونا و قبل از جنگ اوکراین باجت بسیار خوبی در اختیار گذاشته شدن و بسیار خوب پیش می رفت ریسرچ ها، ولی الان به خاطر مسائل مالی و کمبود باجت ها این تحقیقات خیلی به کندی پیش می رفت. به همین دلیل ما یه مقداری در این مورد به قول معروف غمناکی، ناراحتی که چرا این تحقیقات آهسته پیش میره. خب مسلماً تا زمانی که جهال مستبدینی مثل پوتین در دنیا هستن همین مشکل وجود داره. به هر حال امیدوارم که زودتر چشم پزشکتون رو ببینید و تزریق رو بلافاصله براتون انجام بدن که این خطوط رو شکسته نبینید. اجازه فرمایید که من با دوست عزیز دیگری صحبت بکنم. رفیقت هستم، دکتر رضا پور هستم، بفرمایید عزیز. بفرمایید. الو. هلو جانم بفرمید. نوبت من رفته؟ بله بفرمید، خواهش می‌کنم. من گوشی دارم عزیزم. بفرم. بله بفرمید سوالتون رو عزیزم. میتونم صحبت کنم؟ بله بفرمید. الان آقای دکتر با یک کس دیگه صحبت میکنم اسکی.
صحبتم با فرد دیگر تمام شد، دارم با شما صحبت میکنم. آقای دکتر سلام عرض کردم، خیلی ممنون از زحمات که شده میکشید، همیشه استفاده کردم از برنامه های شما. بعد یک سوالی دارم آقای دکتر، سوالی که من به این گفتم گلکوما داره، ولی این گلکوما آیا باید فرد به جراحی خوب بشه یا با دارو هم خوب میشه؟ شما چند وقتی که گلکوما دارید؟ ولی از 2 سال پیش من گفتن گلاکوما دارم، هر 3 ماهی میرفتم دکتر میگه هنوز نرسیده، 3 ماه دیگه بیو، 3 ماه دیگه بیو. بعد نه ببینم، به شما گفتن گلاکوما یا کاتاراکت؟ بله گفتن گلاکوما یا کاتاراکت، کدومو گفتن؟ گلاکوما عزیزم، گلاکوما. بله گلاکوما رسیدن نداره، کاتاراکت ممکنه صحبت رسیدن که اونم البته در موردش صحبت خواهم کرد، ولی گلاکوما رسیدنه. گلاکوما در حقیقت یک بیماری عصب بینایی است، ما بهش میگیم نوراپاتی آف دی اپتیک نرو، یعنی بیماری عصبی عصب چشم هستش. این بیماری زمانی کور کننده بود، ولی امروز کسی نبایستی از گلاکوما نابینا بشه. درمان گلاکوما، بهترین درمان گلاکوما، البته نوع پرایمری اوپن انگل، اون چیزی که شایع 80% گلاکوما نوع پرایمری اوپن انگل هست، یعنی نوع زاویه باز هست. این نوع گلاکوما بهترین درمانش لیزر، یعنی امروزه دیگه تمام جامعه چشم پزشکی معتقده که بلافاصله وقتی ما تشخیص گلاکومای زاویه باز دادیم بلافاصله بایستی SLT بکنیم، Selective Laser Trabeculoplasty، SLT نوعی لیزره که خیلی خوب این گلاکوما ها رو درمان میکنه و به اصطلاح کنترل میکنه. حالا اگر جایی هستید که به این لیزر دسترسی ندارید یا چشم پزشکتون لیزر رو نداره، دارو بهتون میدن تا زمانی که شما دارو رو درست و به جا مصرف بکنید، گلاکوما تو کنترله و هیچ وقت نابینا نمیشن. اما اگر دارو رو خوب مصرف نکنید، به جا مصرف نکنید، طبق دستور پزشکتون مصرف نکنید، لطمه میخوره به چشمتون. یکی از این موارد رو مثال میزنم براتون، مقصودم از این که بد استفاده کردن چیه. من مریضی داشتم که داشت 2 تا داروی ضد گلاکوما مصرف میکرد سالها، و اخیراً من متوجه شدم که این با این که هر بار تو مطب من میاد فشار چشمش خوب هست، بیماری داره پیشروی میکنه، و ایشون گفتن من دوامو میریزم. وقتی که خوب کند و کاب کردم دیدم دوا رو درست و به جا نمیریزه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون دارویی که در شب میریزید، مثلا زلتن یا لتنوپراس یا وایزالتا، اون دارو هر شب اگر 9 میریزید باید همون ساعت 9 بریزید، اگر 1 شب ساعت 8 بریزید، 1 شب ساعت 12 بریزید، 4 ساعت شما بدون دوا مونده چشمتون و همون باعث پیشرفت بیماری میشود. و یا اگر به شما سیمبرینزا دادن و گفتن روزی 2 بار بریزید، باید درست 12 ساعت فاصله داشته باشه، 8 صبح 8 بعد یا 7 صبح 7 بعد از اون. پس استفاده دارو اگر برای گلاکوما میکنید، استفاده درست باید بکنید. یا مثلا اگر تیمولول استفاده میکنید، تیمولول در شب اثر نداره در تاریکی، حتما باید زیر نور آفتاب باشه، یعنی بعد از طلوع آفتاب، قبل از غروب آفتاب استفاده بشه. اینا نکات بسیار ریزی هست که اگر چشم پزشکتون بهتون توضیح ندهد، شما به کار نمیبرید و متاسفانه باعث اشکال می شود. ولی وقتی لیزر بکنید دیگه این مسائل با لیزر مشکل حل می شود. حالا یکی دو درصد از موارد ممکنه با دواها با لیزر جواب ندن، اون وقت میریم عمل میکنیم. عمل گلاکوما عمل مشکلی نیست، اما چون یک راه باز میکنیم از داخل چشم به زیر ملتهمه، در حقیقت آماده می شود چشم برای گرفتن عفونت. به خاطر همین هستش که سعی میکنیم تا اونجایی که می شود عمل نکنیم. یک نکته دیگر هم که خوبه اینه که کسانی که کاتاراکت و گلاکوما دارن، موقعی که میخوایم کاتاراکتشون عمل کنیم براشون استنت میگذاریم. وقتی استنت میگذاریم همون موقع عمل، یعنی دوتا عمل رو با هم میکنیم و فشار چشم پایی میاد و گلاکوما کنترل میشه. بنابراین امروز ترسی ما از گلاکوما نداریم و شما هم نباید ترس داشته باشید، ولی دستوراتتون رو خوب اجرا کنید، مطمئنا نابینا نخواهید شد. اجازه بفرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنیم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. درود بر شما آقای دکتر عزیز.
من از هوستون تماس میگیرم، 64 سالمه. آقای دکتر، من اصلا که یعنی میخوام رانندگی کنم، هر چقدر هوا تاریک تر بشه دید من کمتر میشه موقع رانندگی، جوری که دیگه وقتی شب دارم رانندگی میکنم مثلا انگار اصلا نمیبینم انگار جلومو، اصلا یه جور اصلا حفظی میرن، خیلی وضع چشم خراب میشه شبا. نمیدونم آیا عینک مخصوصیه، درمان مخصوصیه، اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید. ببینم عزیزم، این اشکال دید در شب شما تازگی دارد یا از جوانی بوده؟ نه مثلا جوان تر که بودم نور چراغا که میافتاد تو چشم موقع رانندگی خب اذیتم میکرد، ولی هیچ مشکلی نداشتم، خب رانندگیمو میکردم. ولی الان مخصوصا توی یکی دو ماه اخیر به یه جوریه که انگار مثلا به چشم فشار میاد، انگار به زور میخوام ببینم مثلا ماشینای جلومو یا خطوطو یا مثلا استاپ ساینو یا هر چیز دیگه ای رو، خیلی سخت میشه برام. یعنی اول انگار که یک همچین سناریوی رو بشنویم، اول فکر میکنیم خب فرد ممکن چشمش ضعیف باشه، خب بنابراین یه عینک تجویز میکنیم، ممکنه با عینک دید خوبی داشته باشید، در شب هم میتونید عینکتون رو استفاده بکنید. حالا یک قدم فراتر میگذاریم، میگیم که حالا ممکنه که با عینک دید ایشون اصلاح نشه، ممکنه شروع کاتاراکت باشه. شروع کاتاراکت معمولا اینطوری هستش که شما اول نورها اذیتتون میکنه، در به خصوص غروب آفتاب، یعنی نور به محض اینکه به چشمتون میخوره درست مثل اینکه نور به یک شیشه به یک آینه شکسته خورده، تار میشه و در هم میریزه. بنابراین شروع کاتاراکت میتواند باز این علامتی رو که شما میگویید به اصطلاح بدهد. بعضی وقتا هستش که واقعا دوتا نیست و خشکی شدید چشم هستش. در بعضی از افراد هستن که خشکی شدید دارن، چون موقع رانندگی ما پل کمتر میزنیم و به همین دلیل چشم ها بیشتر خشک میشوند، اون هم میتواند. اینی که بر حسب نوع مشکلی که دارید میتوانیم تصمیم بگیریم و مشکل رو برطرف کنیم. حالا اگر عینک لازم دارید عینک بدهید، خشکیتون رو درمان کنیم، اگر کاتاراکت دارید کاتاراکتتون عمل کنیم. اینها مسائلی است که میتواند، ولی چیزی نیست که حالا توصیه من اینه که حداقل شما قطره اشک مصنوعی رو روزی دو سه بار سه چهار بار بریزید، اگر خشکی دارید برطرف بشود، ولی اگر برطرف نشود با دکترتون صحبت بکنید که یکی از اون دو مورد دیگر اگر هست براتون برطرف کنم. اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگری صحبت کنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. از خیلی ممنون از اینکه جواب منو میدین. من چشم راستم و نزدیک به 6 ماه پیش عمل کاتاراکت انجام دادم. بعد از اون مرتب این چشم ازش آب میاد، گاهی اوقات هم درد میکنه و خب البته نور خورشید هم اذیتم میکنه. ببینید حقیقت هم اینه که عمل جراحی کاتاراکت هیچ ارتباطی با آبریزش نداره و آیا واقعا شما از قبل آبریزش نداشت چشمتون ابدا و بعد از عمل ایجاد شد؟ تنها چیزی که میتوانم بگویم گاهی اوقات استفاده طولانی از بعضی از داروها میتواند مجرای اشکی رو کمی تنگ بکنه و باعث اشک‌ریزش بشود، ولی اما اگر نور خورشید اذیتتون میکنه اون برمیگرده به اینکه آیا واقعا خشکی دارید، که البته با آبریزش مقداری به اصطلاح مباینت داره، یعنی اینکه نمیشد یه چشم آبریزش داشته باشه خشکم باشه. پس بنابراین چون بیشتر شما از آبریزش شکایت میکنید مجرای اشکیتون تنگ شده. حالا چرا تنگ شده نمیدانم، تو معاینه نکنن نمیتونم بگم، ولی مجرای اشکیتون تنگ شده، بهترین کار اینه که اولین شستشوی مجرای اشکی دکترتون بده، اگر بهتر نشود پانکتومتون رو که احتمالاً تنگ شده گشاد کنه، اگر جواب نداد براتون تیوب بذارن، و اگر واقعا تمام مجرا بسته است اون خب یک عمل جراحی جداگانه ای داره، ربطی به عمل کاتاراکت نداره. به هر حال یکی از این موارد اگر باشه بایستی بررسی بشود و احتمالاً بعد از بررسی میشود گفت کدام یک از ایناست. اگر یه چیز کوچولویی باشه تو همون مطب میشود پانکتوم رو گشاد کرد و شستشو داد و مجرا رو باز کرد. متاسفانه حرف من تمام نشده بود آقای دکتر.
از موقعی که من عمل کردم درست بعد از عمل دکترم به من یه قطره داد که هر شب میریختم و روزی 4 بار میریختم، بعد این رو روزی 2 بار و بعدم قطع کرد. بعد که قطع کرد دوباره هم درد شروع شد، هم ریزه شروع کرد. در حقیقت من 7 یا 8 دفعه این دکتری که جراحی کرده رو ملاقات کردم و همش هی تکرار همین قطره هست و حالا آخرین بار یه قطره رطوبتم باز اضافه کرده، ولی کن هیچ کدوم از این مشکلات حل نشد. یعنی درد هم دارید ها؟ گاهی درد دارم، گاهی به نظرم میاد مثل این که یه پورین آبجکت توی چشممه، مثل موقعی که مثلا موجه آدم توی چشم آدم دیر میکنه، گاهی هم اون حالت هست. ولی تعجب در اینه که این دکتر جراح من هر وقت منو ملاقات میکنه هی میگه پرفکت پرفکت، همه چیز خوبه، ناتینگ، فقط بعضی وقت صحبت از تورم میکنه. و بعد این قطره رو که همون دفعه اولم داده بوده هی تکرار این قطره به امید دیفرنت ریزالت که نبوده تا الان. گفتی چند وقت عمل شدین؟ 6 ماه دیگه. چه بعد از 6 ماه باید خوب. گفتی درد هم میکنی درسته؟ گاهی نه همیشه، گاهی وقتی میخوام چشمم رو به چپ و راست برگردونم درد میگیره، میگم دردش دائم نیست و دکترم هم گفت چون دردش دائم نیست اصلا جای نگرانی نیست. من نمیدونم این چگونه سیمتومی بود که ایشون اینجوری نتیجه گیری کرد. حالا چشم چپم هم باید عمل کنیم و میخوام بهش بگم تا موقعی که از دست این یکی راحت نیستم و کامفورتبل باهاش نیستم من نمیخوام یکی رو عمل کنم. مطمئنم نبایستی تا چشم تو خوب نشده اون یکی عمل کنی، این مطمئنا این بایستی باشه. دید این چشم چطوره؟ دید چشم بد نیست ولی کن بسیار زود خسته میشه. من آدم کتاب خونی بودم و ولی کن الان به هیچ وجه نمیتونم به اون شکل کتاب بخونم. یه صفحه که میخونم چشمم خسته میشه، حالا فرق نمیکنه انگلیسی یا فارسی باشه، چون تو هر دوتا من فلوئنتم. مسئله من یه چیزی بهتون بگم، ببینید عمل جراحی یک استرس هست، یک استرس بزرگ، فرق نمی کنه و هر جای بدن شما یه عمل جراحی انجام بشه این استرس هستش. استرس میتونه با خودش همه چیز بیاره، التهاب بیاره، قرمزی بیاره، درد بیاره، ولی معمولا این برای 2 ماه تا 3 ماه بیشتر نباید باشه. اگر بعد از 3 ماه واقعا شما هنوز اینا رو دارید، این دیگه استرس جراحی نیست. باید ببینیم که چی هست. آیا شما سابقه سینوزیت ندارید؟ ببینید وقتی من یک مریضی مثل شما دارم به این چیزا فکر میکنم که دکترتون به این چیزا باید فکر کنه و پیدا کنه. 1. التهاب ساینوس، حالا لازم نیست چرکی باشه، شما فقط کافیست یه راینایت، الرژیک راینایتیس داشته باشید، سینوستون تورم فقط داشته باشه، دردش در چشم استان میشه. TMJ، مشکل TMJ داشته باشید، این به اصطلاح مفصل تمپوروماندیبولرتون اگر اشکال داشته باشه، یا اشکال دندانی داشته باشید، یا اشکال آرتروز گردنی داشته باشید، اینا همه میتوانند واقعا علائمی شبیه اون چه که شما میگویید در چشم ایجاد بکنه. اگر واقعا چشمتون خودش داخل چشم اشکالی نداره، عملتون بی عارضه انجام شده است، باید یکی از این عوامل باشه، باید دکترتون بگرده دنبال این عوامل. من اگر باشم یه سیتی اسکن سینوس براتون میدم، از دکتر دندون پزشکتون میخوام TMJ‌تون رو بررسی بکنه، اینا این کار رو بکنه تا واقعا ببینه. ریختن قطره به جایی نمیرسونه شما رو و جز اینکه بدتر بکنه کارو بهترم نمیکنه. عامل درد رو باید پیدا کنیم و به هر حال درمانش بکنیم که عرض کردم یکی از این عوامل میتواند باشه. فکر میکنین که این قطعه رو ادامه بدم یا اینکه متوقفش کنم؟ ببینید من نمیتونم یه همچین دستوری به شما بدم چون مریض رو نمیبینم، که من باید مریض رو ببینم تا بتوانم بگویم این دارو ادامه پیدا کنه یا نه، ولی میتوانم فقط یک به قول من چارچوبی رو به شما بدهم. دکترتون این مسائل رو بایستی بررسی کنه، برسون عرض کردم شما رو بفرسته یه TMJ سینوستون یک سیتی بشه، یه TMJ‌تون بررسی بشه، واقعا آرتروز گردن ندارید، اونا رو درمان کنه. قطره رو اگر صلاح میدونه قطعش کنه و اگر
نتیجه نمیگیرید خب فقط همون قطره اشک مصنوعی رو بریزید. اونو با دکترتون بیشتر باید صحبت کنید. بله مرسی از راهنماییتون. حالا قرار هست یه دکتر دیگر رو برای سکند اپینین ببینم. بله دیدن یک سکند اپینین واقعا خیلی کمکتون میکنه. از توضیحاتتون بسیار متشکرم. روزتون بخیر. خب اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت کنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. از روزتون بخیر. من ببخشید مزاحم شدم، میخواستم ببینم که چشمم من دائم میخوره، لشزام میخوره، دور چشم همه پوست میندازه، هر نوع چیزی هم که دراپ میدم ریفرش گذاشتم، پی ام ریفرش پلاس میذارم، همه این چیزا رو میکنم، دوباره دارم تمیز میکنم، بعد دوباره اینا رو میذارم، ولی همش خارش داره. شما چند سالتون عزیزم؟ چند سالتون؟ من 73 سالم. چقدر؟ 73 سال. بسیار. ببین عزیزم، ما در افراد بالای سن 60 هر وقت خارش پلک داریم 99% موارد فکر دمودکس میکنیم. دمودکس، دمودکس چی هست؟ دمودکس یک در حقیقت مایت، یک هشپای مایکروسکوپی هست که در خانه های در دیوارهای کهنه، در فرش، در موکت، در وسایل چوبی قدیمی، در اینجاها زندگی میکنه. مایکروسکوپی هستن، مثل میکروب هستن. اینا میان فرو میرن توی ریشه مو و از چربی ریشه مو تغذیه میکنن. خب و باعث میشوند که پای مژه ها پوسته پوسته بشود، مژه ها بریزه، لب پلک قرمز بشه، التهاب پیدا کنه، خارش ایجاد کنه، گاهی اوقات قرمزی چشم ایجاد میکنه، گاهی اوقات خشکی چشم ایجاد میکنه. بنابراین باید دمودکس درمان بشه. درمان دمودکس هم استفاده از تیتری اویل هستش. تیتری اویل چون خیلی داروی سوزاننده است، ما بالاخره با یه کمپانی صحبت کردیم و این کمپانی اومده یه پدهایی رو درست کرده که این تیتری اویل رو با ماده‌ای در داخل این پد گذاشته که سوزشش خیلی کم باشه و مریضا استفاده میکنن، خیلی شکوه نمیکنن. توصیه میکنم بروید این دمودکس پد رو بگیرید، به مدت 3 ماه شبها از این دمودکس ماساژ بدید به روی پلکاتون، یه بار شب یه بار صبح، و وقتی که تمام این به اصطلاح مایت از بین رفت همه چیز خوب میشه. ضمن آن البته قطره خشکی رو هم استفاده میکنید. دمودکس. اوکی خیلی ممنون. یک دنیا ممنون. ببینید به دکترتون بگویید که چشم من رو از نظر دمودکس بررسی کنید، آیا من دمودکس دارم یا نه. چشم، یک دنیا ممنون. روز خوبی داشته باشید. ممنون. روزتون خوب. دوستان عزیز، فراموش کردم بهتون بگم که مجموعه اشعارم به نام بهاران با بهاران از زیر چاپ در آمد. چون من مدت ها بود که مریضای من دائم امیر جا میخواد روش چیز بکنی، فوکس کنی، یه خوبه پیداست. بله مدت ها بود که بیماران سوال میکردن که کجا میتوانیم اشعار شما رو به دست بیاریم، که خوشبختانه به هر حال در یک مجموعه‌ای تحت نام بهاران با بهاران الان وارد بازار شده و اگر دوستان واقعا مایل بودن میتوانند این کتاب رو تهیه کنن. میتوانید از آقای بیژن خلیلی به اصطلاح یا کتاب کورپ بیژن خلیلی یا از مطب میتوانید تهیه بفرمایید. مطالب خوبی در این هست و هم شعر هست و هم مقال، که این خیلی میتواند براتون
مفید فایده باشد به نظر خودم. خب در این فاصله من یکی از اشعار بهاران با بهاران رو براتون میخونم تا امیدوارم که لذت ببرید. زهره گر در بندد و خورشید اگر زایل شود، ماه گردون گرد و چار وحشت از آینه آبل شود، دور گردون گر نگردد چرخ و گر بارون شود، گر فلک اندیشه را پیمان کند پیمانه گر آتل شود، بحر اگر گنجد به جام و جام اگر دریا شود، آب دریا گر بجوشد ریزد و این گونه بی ساحل شود، گر سپهر اندر خم ابروی مه وامانده ناپیدا شود، گر زمین و آسمان در هم تند آن نیمه گر کامل شود، ما به عهد خیش یارا همچو جان وابسته ایم، ما به عهد خیش یارا همچو جان وابسته ایم، تازه بخت ما تمام گفته ها شاید دیگر باطل شود، گفته‌ای باطل شود کو مونده از عهد عتیق، گفته‌ای باطل شود کو مونده از اهل عتیق، تا حدیث دانش و فرزانگی در جمع ما حاصل شود، گر نگوییم و نجوییم و نپوییم این ره نارفته را، گر نگوییم و نجوییم و نپوییم این ره نارفته را، عاقبت در کنج زندان جهالت جسممون راحل شود. ای به چشم خیش ناباور همه درماندگان، آدمی در این سرای بی کسی کو مونده تا عادل شود. این سخن بی پرده و عریان بگویم ای حریف، ده به عقل و فهم خود پرواز را تا آنکه او حامل شود، عاقبت از برکه این واهجو راه گریز، عاقبت از برکه این واهجو راه گریز، تا که شاید بگذری از حسر جان پاکیزه و قابل شود. از بهاران گر گذر کردی بپرس احوال مادر ماندگان، از بهاران گر گذر کردی بپرس احوال مادر ماندگان، آدم درمانده در دست پشیزی مانده تا عاقل شود، آدم درمانده در دست پشیزی مانده تا عاقل شود. خب امیدوارم که این شعر از بهاران با بهاران رو پسندیده باشید. دوستان فکر می‌کنم برنامه ما در اینجا به پایان رسید. امیر جان چیزی به پایان برنامه مونده؟ تمام شد. برحال با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودن، با سپاس از امیر عزیز کارگردان فنی که مثل همیشه داهیانه و اندیشمندان ما رو کارگردانی کردن، برای همه شما روزهای آفتابی شبهای مهتابه آرزو میکنم، برای رزمندگانمون پیروزی، به امید پیروزی ایران، سربلند مردم ایران و جاویدان ایران ما. بدرود تا دوری دیگر.